آینده سازان. با سلام خدمت همه بینندگان عزیز و دوستداران برنامه آینده سازان، من مهرداد صبویی هستم. این برنامه دنباله برنامه گذشته ما هستش که در خدمت سرکار خانم دکتر آزیتا معاونی و خانم الهام معاونی، وکیل رسمی دادگاه اونتاریو کانادا هستیم. دو خواهر بسیار موفق که ما در برنامه گذشته هم خواهر سوم رو که خانم مرجان معاونی هستش و ایشون هم دنتیست هستن رو در برنامه موفق نشدیم ایشون رو داشته باشیم، ولی در هر صورت سه خواهر بسیار موفق کانادا، سه خواهر ایرانی موفق رو در برنامه آوردیم تا بتونیم که در حقیقت دو تا خواهری که در برنامه هستن هر از گاهی هم یادی از خواهر سومشون میکنن و خانم مرجان در حقیقت جاشون به هیچ وجه در استودیو خالی نیستش. در این برنامه دوست داریم که به صحبت‌های قشنگی رو که در برنامه گذشته داشتیم ادامه بدیم تا بدونیم که چه راه‌هایی رو میشه استفاده کرد که در دانشگاه موفق شد و در کلاً درس خوندن در های اسکول بعد دانشگاه باید چه کاتگوری‌ها رو در نظر گرفت و نقش پدر و مادر در موفق شدن فرزندان چی هستش، رو صحبت‌هایی رو خواهیم داشت. خب آزی جان، من در برنامه گذشته خب صحبت‌هایی داشتیم در رابطه با پلان کردن در دانشگاه و راه‌های موفقیت داشتیم صحبت می‌کردیم. بله. در برنامه گذشته دعوت با پیدا کردن دوستان خوب که آیدیاها و رفتاراشون و نوع طرز تفکرای این همکلاسی‌ها مچ باشه با آدم و بتونه باهاشون آدم درس رو بخونه صحبت کردیم. نقش دوم نقش پدر و مادر بود که چطوری میتونن با آیدیاهای مثبت، با نظرات مثبت هم فکری بکنن و کمک بکنن به بچه‌هاشون. دیگه چه پیشنهاداتی داری؟ من خیلی I was very lucky، یه دونه منتور خیلی خوبی پیدا کردم که متاسفانه سال پیش فوت کرد به اسم دکتر برنا میسمی. برنا جان اون موقع که من دانشجو بودم فامیلی دکتر بود، بعدش رفت پزشکی جراحی استخوان خوند، ولی اون موقع برنا من آورد تو کلینیکش، باهاش کار میکردم. اون موقع سپورتس مدیسن زیادتر کار میکرد و من اونجا یه خود اکسپوژر داشتم و اون خیلی به من کمک کرد، برای اینکه بعد اون آیدیاهایی که من داشتم که میخواستم مثلا پزشکی رو میخواستم پزشکی بخونم واقعا سولیدیفای شد. یعنی گفتم This is it. This is what I want to do. واقعا یاد دکتر برنا میسمی بخیر که انگاری که همین دیروز بودن که ایشون فوت کردن، و ولی هنوز واقعا درسته که از در جمع ما نیستن، ولی واقعا کمک‌هایی رو که به جامعه ما کردن واقعا. و حتی کمک‌هایی که به خیلی از دانش آموزان دبیرستانی کردن، نظرات مثبتی که در بعضی از کنفرانس‌ها دادن و من یکیش شاهد بودم که به چه زیبایی و با چقدر تلاش زیادی کرده بود که ریسرچ کرده بود که بیاد و نظرات مثبت خودش رو در راه اینکه چطوری تو پزشک بشن و توی یه کنفرانس در اختیار دانش آموزان دبیرستانی گذاشتن. یادشون بخیر. و واقعا ایشون هم با خواهرشون دوباره دو ایرانی موفق جامعه ما هستن. بله دقیقاً. که ای کاش که ایشون در جامعه ما میموندن. به هر حال می‌خواستم فقط برنا از اگزمپل استفاده کنم. واقعا یه نفر توی که خواهرم معرفی کرد منو به برنا عزیز، که آدمای بزرگتر هم میتونن به آدمای جوان کمک کنن. الان منم خب شاگردای جوان با من خیلی کار میکنم و خیلی سعی میکنم که به اون جوری که برنا به من کمک کرد من به اونا کمک کنم، که مثلا کریر کانسلینگ و مثلا این کورس بهتر از اون کورسه، یا مثلا این کتاب خیلی کمک میکنه برای خوندن برای این امتحان و این چیزا. خب من خیلی از این کمک ها داشتم. این خیلی برای فکر کنم خیلی مهمه، یه نفر پیدا کنی، منتور پیدا کنی که میتونه به شما کمک کنه، راه نمایی کنه. درسته آقای صبایی. من فکر میکنم اینجا خیلی مهمیت اینه که آزاده همیشه دنبال یک رول مدل بود در همه، یعنی دنبال میگشت که یک کسی رو
پیدا کنه و ازش ادوایس بگیره. سو برای اون جوانهایی که میخوان واقعا موفق بشن تو هر شغلی، نه تنها دکتری یا وکالت یا نقاشی یا هر چیزی که انتخاب میکنن، باید دنبال کسانی بگردن که موفق بودن تو این شغلها و بعد درخواست بکنن که ایده هاشون چیست و یعنی چه راههایی رفتن که موفق شدن. دقیقاً همونطور که تجربیاتشون استفاده بود. دقیقاً انگلیسی میگیم you know age brings wisdom. سو وقتی که با یک کسی صحبت میکنی که اکسپریانس زیاد داره بهت همیشه کمک میکنه و بعد به حرفشون گوش بدی، نه تنها به پدر و مادر که واقعا خب سنشون بالاتره و ویزدم بیشتر دارن، ولی کسانی که توی اون پروفشن هستن. برای همین آزاده برنا رو که واقعا هممون خیلی دوستش داشتیم و فکر میکنم 1,000,000 آدم خیلی دوستش داشتن، این یک کسی بود واقعا رول مدل بود. ولی رول مدل های مختلف همه جا هست، یعنی انقدر ما موفق داریم تو جامعه خودمون و ایرانیا و دوستان دوستانمون که اینا جوانان بایستی برن بگن من اینترستد هستم. دقیقا. من حتی شما که الان دعوت با بچه های موفق ایرانی صحبت میکردین، من یک لحظه خانم مریم فولادی به ذهنم اومد که مصاحبه ایشون در با لری کینگ در CNN خب خیلی زیبا بود و خیلی از بچه های ایرانی موفق داریم که از همین شهر کوچیک خودمون به جاهای بسیار بالایی رسیدن، از همین ریچون هیل خودمون، از همین شهر تورنتو خودمون. اتفاقا حرف مریم فولادی گفتی، مریم اتفاقا اولین ریسرچ پوزیشن من در سیکیت مریم برام درست کرد، یعنی خیلی به من کمک کردن که اونجایی که من رسیدم اون آدم های بزرگتر و دوستان های عزیز به ما کمک کردن که اونجایی که میخواستیم برسیم. ها یعنی یه ذره پولیتیکال هم اینجا میشه، برای اینکه وقتی کسانی که آشنا هستن که you know توی این کار هستن، خب کنکشن بازی هم هست متاسفانه. یعنی میان میگن که اوکی بیا من اینو بذارم تو این کار، اونو بذارم تو اون کار. برای همین کنکشن بازی هم خب اینجا مهم میشه که یه ذره پولیتیکال هستش، ولی در اصل باز دوباره برمیگردیم به اون اکادمیک کوالیتی که آزاده داشته. یعنی اگه یه شخص ضعیف باشه هیچ وقت با کانکشن به جایی نمیرسه، برای اینکه اون مریم فولادی که دکترای 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 دکترایشو داشت، نمیاد آزی رو بیاد بذاره توی سیک کیدز برای ریسرچ، برای اینکه شخصیت خودش هم در خطره. یه کسی رو میاره که سطح بالاست، اینتלקچوال اکادمیک، درسته اینا همه و معمولاً بچه‌هایی که درس خون هستن و معمولاً بچه‌هایی که هدف دارن به صورت آتوماتیکلی اصلا با هم خودشون دوست میشن. بله. اصلا نیاز نیست کسی بخواد اینا رو به هم دیگه معرفی بکنه. بله. من توی دبیرستان خودم میبینم بچه‌هایی که توی کاتگوری هستن، هدفاشون مشترک، نسبت به درس خوندن علاقه دارن، با هم دیگه خیلی سریع دوست میشن. دقیقاً. و بچه‌هایی که خب لولشون یه ذره پایین‌تر میاد، اینا با هم دوست میشن و بعضی از بچه‌ها خب کمک میگیرن از لحاظ فکری، از لحاظ تجربیات بقیه دانش آموزان دیگه و راه رو برخوشون باز میکنن. سوالی که من الان تو ذهنم هستش آزی جان این هستش که وقتی که وارد کلن فوق التحصیل شدی از دانشگاه تورنتو، خب وقتی که آدم ساینس رو میخونه اگر هدفش رفتن به مدیکال اسکول و یا دنتیست شدن نباشه، خیلی سخت هستش که راههای دیگر رو بخواد یک نفر بره، چون یکی که وقتی ساینس میخونه اگر به مدیکال اسکول پاش نرسه معمولا بیشترشون معلم ساینس میشن و چون تعدادشون هم کم هست، ما الان در تمام آنتاریو خیلی مشکل داریم که بتونیم معلم ساینس پیدا بشه که بتونه بیولوژی و کیمیسی رو درس بده، چون هدف‌ها خیلی بیشتر هستش. بل. شما وقتی که دانشگاه تورنتو رو تموم کردی، وقتی می‌خواستی وارد دانشکده پزشکی بشی، چه راهی رو رفتی که بتونی موفق بشی و امتحانات امکدس رو پس بکنی و وارد یک دریای دیگه اقیانوسی از علم و دانش بشی که خب خیلی مرحله سختری بوده؟ خب من تنها ادوایسی که میتونم بگم که always have a plan B. من plan B داشتم، اینه که اگه به پزشکی قبول نشم چی کار میخوام بکنم. امتحان MCAT دوباره من یه کورس برداشتم برای MCAT که کمک بکنه که مثلا کورس میری و لکچر میری و پرکتیس اگزام و این چیزا میدی که امکت بتونی بنویسی. ولی با دوستای دیگه هم همونجور با همدیگه درس خوندیم، ولی با اون دوستایی که من داشتم صحبت میکردم همشون پزشکی نخوندن، یکیشون رفت کایروپرکتیک، یکیشون رفت فارماسیست، یکیشون رفت فیزیوتراپیست، خیلی شغلهای دیگه هم هست غیر از پزشکی، یکیشون رفت دندان پزشکی. ولی دعوا تو با کلن رفتن به دانشکده پزشکی و پس که پلان بی داشتید. پلان بی ما بود که خب
متاسفانه که لاکی می که پلان بی رو استفاده نکردم، ولی پلان بی هم این بود که اگه پزشکی قبول نکنم قبول نشم دیگه امسال چیکار کنم. و این میشه برای که خب امکت سخته، اینترویو ممکنه خوب نباشه یا مثلا یه مارکت خوب نباشه، باید پلان بی داشته باشیم. من پلان بی هم این بود که مسترزمو بگیرم توی ساینس بعد دوباره اپلای کنم برای medical school. پس یکی از ادوازهای مهمتون و من فکر میکنم خیلی مهم هست داشتن پلان بی هستش، که اگر تو مرحله پلان ای اگه آدم موفق نشه و دپرشن نگیره و راه دومی رو داشته باشه. خب خیلی پلان سی هم دارن آقای سبایی، بستگی به گریدش داره. پلان بی اینه که اگه مثلا من تصمیم گرفته بودم که اگه پزشکی قبول نشده باشم، یا مثلا میتونستم برم آمریکا اپلای بکنم که خیلی آسان‌تر قبول شدنش.